بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و ابی القاسم محمد و ائمه الطیبین الطاهرین. با سلام خدمت خواهران و برادران ایران ایمانی و با عرض تسلیت ایام سفر اربعین امام حسین و اولیاء اللهی که در این ماه به رحمت ایزدی پیوستند، خاتم الانبیا، حضرت زامن آهو، امام حسن مجتبی، خدا انشاءالله ما را با اهل بیت محشور بگرداند. در ادامه این بحث تحلیل عرفانی زیارت عاشورا، این جلسه آخر خواهد بود انشاءالله و کوشش میکنیم در این جلسه بحث را به یک نتیجه برسانیم. در این جلسه فراز دیگری را عرض می‌کنیم، فراز 13 هست از زیارت عاشورا. اللهم اجعل محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. همینطور که عرض کردیم در جلسات گذشته، زیارت عاشورا دارای یک ساختاری است و دارای فرازهای متعددی است که بر اساس روش ساختارشناسی به 18 فراز تقسیم کرده ایم. هر فرازی حامل یک پیام بسیار مهم و عمیقی است و در اینجا این فراز 13 هست. در این فراز 13 محیا محمد و آل محمد و ممات ممات محمد و آل محمد، این دو نوع ولایت رو مطرح میکند. حیات و مرگ ما را تقاضا میکند که در راستای این دو ولایت باشد، زیر پرچم این دو ولایت حیات و زندگی ما باشد. و این بحث ولایت یکی از مباحث بسیار مهم عرفانیه که اگر درست فهمیده نشود خیلی اوجاجات در دین شناسی و در عمل ایجاد می شود. ما یک ولایت مطلقه الهی داریم که مختص حضرت احدیت هست، حضرت پروردگار عالم هست، حضرت آفریدگار عالم هست. اون ولایت مطلقه الهی است. ذیل ولایت مطلقه الهیه ما ولایت شمسیه را داریم، در اصطلاح عرفانیش از ولایت شمسیه، که این ولایت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم هست، که پس از ولایت خدا در ولایت انبیا قوی ترین ولایت، ولایت شمسی خاتم الانبیا هست. و این یک نکته را عرض کنم، این ولایت ها در طول همه، در عرض هم نیست. یعنی ولایت مطلقه الهیه، ولایت شمسیه، ولایت قمریه، ولایت نجمیه، 4 مرتبه ولایت در طول هم هست، در عرض هم دیگر نیست. این از ایوجاجاتی که در عرفان ایجاد می شود برخی وقتها و در تشخیص مسائل، این است که این ولایت ها را در عرض هم قرار می دهند. نه، این غلطه. اول ولی الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مطلق است. بعد خدا بخشی از اون ولایت الهیش را اعطا کرده است به خاتم الانبیا که حالا اون نور اول هست. حالا خیلی بحث اینجا هست، به هر حال این وارد اونا نمیخوایم بشیم، میخوایم بحث ولایت رو عرض کنیم، طول این مراتب طولی ولایت رو، ولایت خدا، بعد ولایت خاتم الانبیا. خب حالا خاتم الانبیا رفت تموم میشه مسئله ولایت؟ نه، تموم نمیشه.
ولایت خدا که در همه عالمه، ولی ما حالا دسترسی چگونه به اون ولایت مطلقه الهی داشته باشیم؟ از طریق ولایت چی؟ قمریه. اللهم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد. یه آل محمد هست، پس از پیغمبر آل محمد که ولایت قمری هستن. اگر کسی و اعتصم به حبل الله میخواد انجام بدهد، اگر میخواهد که به مقام قرب الهی برسد، به لقاء الله برسد، باید از طریق ولایت چی باشد؟ ولایت آل محمد باشد، که در اصطلاح عرفانی میگن ولایت قمریه. و پس از ولایت قمریه هم ولایت نجمیه هست که ولایت اولیاء الله هست که ذیل ولایت قمریه هست. ولایت عرفای بزرگ، اولیاء الله بزرگ که اینها قائم مقام های نایبان جانشینان حضرت حجت هستند. ولی ولی مثلا امروز ولی حق به حضرت حجت ابن الحسن هست عجل الله تعالی فرجه الشریف، اون خلیفت الله هست. همه باید از اون تبعیت کنند، همه باید تابع اون باشند، تسلیم اون باشند. بعد یک اولیاء اللهی هم هستن که اونان هم نایبان حضرت ولی الله هستن و حضرت حجت هم خلیفه ولی الله مطلق است. پس چهار مرتبه ولایت است که طولیه. ولایت مطلقه الهی، ولایت شمسی که ولایت خاتم الانبیا است، ولایت قمری آل محمد یعنی از مولا الموحدین علی علیه السلام تا حجت ابن الحسن، و بعد ولایت نجمیه که ولایت عرفا و اولیاء الله است که ذیل ولایت قمریه است. بنابراین نه اینکه اون مسیر علی اللهیه درسته که علی را بخوان خدا بگن، نه، علی خدا نیست، علی بنده خداست. محمد کریستیانیتی نیست که به سر خدا باشه، محمد عبدالله هست، بنده خداست، ذیل ولایت خداست. و عرفا، عرفای بزرگم، مولوی، شیخ صفی الدین، باهی الدین، کی همه این عرفا هم خوب خیلی بزرگ، خیلی مهم، اما اینا ذیل ولایت قمریه هستند. اینها اون قوس اعظم حجت ابن الحسنه، قوس اعظم بقیه مرشدان و خلفا و رهبران طرائق عرفانی، اینا پیروان و جانشینان معنوی اون قوس اعظم هستند، اون خلیفت الله، اون انسان کامل هستند. انسان کامل در گیتی همیشه یکیه و امروز اون انسان کامل حجت ابن الحسنه که ادامه دهنده راه سید شهدا است و این عرفای شامخ هم ادامه دهنده او هستند. ولی نباید دکونی در مقابل دکونی امام زمان باز کرد. اینها جای خودشون معتبر، اما خلیفت الله و انسان کامل حجت ابن الحسن. اینا باید توجه ما داشته باشیم. اینو برخی وقت ما میرم که برخی بزرگان یا نویسندگان اشتباه میکنن در این سلسله مراتب. بله همه ولی هن، اما ولایت مرتبه دار هست و اینا همه متخصصین عرفان قبول دارن، هم محی الدین که استاد این مباحثه، هم مولانا و غسل هاست. پس یه مطلب که در این فراز مسئله این ولایت رو مطرح میکنه. دوم این که مسئله حیات و مماس ذیل پرچم ولایت شمسیه و قمریه، این مهمه که محمد و آل محمد، نمیگه مثلا محمد و اصحاب محمد و اصحابهی و آلهی و اصحابهی. اینجا یه مقدار محل اختلاف ماست با برادران اهل سنت که من اینجا را بالاخره ما باید مباحث فنی کلامی را هم بگو. من به تقریر مذاهب معتقدم ولی به عقب نشینی از عقاید کلامی هم اعتقاد ندارم. این هم این هست که ما بنابر قرآن و سنت بیان میکنیم که اهل البیت جزء سنت هم. هم قرآن ارجاع داده به اهل البیت
در آیه تطهیر و آیات دیگری که در فضایل علی علیه السلام و فاطمه زهرا هست، هم خود پیغمبر، یعنی سنت نبوی و عترت نبوی دوتا نیستند. یه اشتباهی برخی عوام انجام میدهند. عترت نبوی در دل سنت نبوی است. اگر کسی میخواد سنی واقعی باشد باید به اهل البیت پیغمبر هم وفادار باشد و معتقد باشد. این میشه سنی واقعی. لذا ما میگوییم که ما که شیعه اثنا عشری هستیم، ما سنی واقعی هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما به سنت رسول خدا عمل کردیم که وفادار به ثقلین شده، کتاب الله و عترتی. و اینجا محمد و آل محمد، این آل محمد یعنی همین، یعنی ائمه هدا، یعنی فاطمه زهرا و ائمه هدا از مولا الموحدین تا حجت ابن الحسن، این میشه آل محمد. خب وحی اختلافیه، اونا میگن صلی الله و سلم، آلهیشو نمیگن. خب میگن صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینجا این محلی هست که بحث مهم ولایت هست، که منهای در زمانی که پیغمبر نیست کی ولیست، ولی کیست. ما معتقدیم زمین از ولی خدا خالی نمونه و اون ولی انسان کامله و این انسان کامل یه خصوصیاتی داره. این خصوصیات در اینا معین شده در مولا الموحدین و حجت ابن الحسن و خدا را اینا را نص کرده. اینا دیگه انتخابی نیست. ولایت فقیه انتخابیه، اما ولایت ائمه انتصابیه. خدا نص کرده اینا را و دلایل مستند هم داره. ولی ولایت فقیه نه، اون انتخاب صوفه ها جمعشن انتخاب بکنن یکی هست و چی هست. همه فقها در امور حسیه ولایت دارن، اما نیست که خدایی که معین کرده. ولایت در ولایت ائمه ولایت منصوب خداست. فرق داره با ولایت فقها، که ولایت فقها ولایت عام است. این ولایت ائمه ولایت خاص است که مشخص و معین شده که این شخص با این مشخصات این ولی هست. بنابراین در اینجا ما را دعوت میکنند به ولایت شمسیه، ولایت قمریه، یعنی ولایت پیغمبر و ولایت ائمه خدا، که امروز راه حسین و حرکت کردن ذیل پرچم حسین، یعنی حرکت کردن ذیل پرچم حجت ابن الحسن جل الله تعالی فرجه شریف. پس از اون در زیارت گفته می شود که اللهم انا هذا یوم تبرکت بهی بنی امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. لعین ابن اللعین را بیان می کند و اللهم الان ابو سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه و آل زیاد و آل مروان. در مقابل اون ولایت که ولایت نور، ولایت شمسی قمریه، این ولایت طاغوت را اومده ترک کرده، تقابل ظلمت و نور. ولایت نور و ولایت ظلمت، هند جگرخوار، آکلت اکباد، این هند جگرخواره، این هند جگرخوار که همسر ابو سفیان ملعون هست، این و ابو سفیان و معاویه و یزید و آل زیاد و آل مروان، اینها با همدیگه نمادهای چی هست؟ نمادهای اون ولایت طاغوت هستند. حالا شما باید تصمیم میگیرید که میخواستید ولایت نور باشید یا ولایت طاغوت ظلمت. این دو طور در مقابل هم قرار میده، حتی تقابل و تعارض دو شاهراه کاملا معین میشه. در قرآن این دو شاهراه را تحت عنوان صراط مستقیم و صراط الجحیم، صراط جحیم آوردن. دو تا صراط داریم، دو تا شاهراه، یه صراط مستقیم و یه صراط جحیم. صراط
جهنم است. و در اینجا یه صراط محمد آل محمد است، یه صراط هم صراط مخالفین محمد آل محمده که برشمرده است. و اینجا یه نکته بسیار مهم میدارد که در یک فراز دیگه هم این مسئله رو آورده. من حالا اینجا عرض میکنم این مسئله رو. خب ببینید، در زیارت گفته میشد که اللهم ان ابو سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه. خب تو اینجا درست، خب ابو سفیان و معاویه و یزید بانیای قصه بود. ولی بعد آل زیاد و آل مروان، خواهی آل زیاد و آل مروان که بعدن، این میخواد استمرار رو بیان میکنه که این قصه هر آن کس که در مقابل راه حسین به ایستد ما باش مشکل داریم. یعنی راه حسین یک راه مستمر در تاریخ است، راه نور است، و این راه تواقیت هم یه راه مستمر است، و این تقابل بین جبهه و حق باطل یک امر دیروزی نیست، و واقعی حسین یه واقعی نیست که در دیروز رخ داده تموم شده رفته است، امروز هم چلشو بگیریم و خداحافظ شریف. نه، امروز هم این نبرد کربلا و نبرد بین حسین و اصحاب حسین و دشمنان امام حسین جاری و ساری است، و انسان باید موقف خودش رو معین کند که با کدوم جبهه قرار دارد. لذا واسه این گفته آل زیاد آل مروان، تقابل ظلمت و نور. بعد از اون میفرماد که اللهم اینی اتقرب الیک فی هذا اليوم و فی موقفی هذا و ایام حیاتی بالبراءه منهم و لعنت علیهم و بالموالات لنبیک و آل نبیک علیه و علیه السلام. اللهم اینی اتقرب الیک. اینجا مسئله تقرب، اینو بهشون گفتم در این فراز چهاردهم، این مقام تقرب رو مطرح میکنند. مقام تقرب یکی از مقام های بسیار بلند در سلوک الالله، در سلوک الالله یکی مقام تقرب است، مقام قرب الهی است و لقاء الله. حالا ممکنه دوتا باشه، ممکنه یکی باشه. اگر بخوایم بالاجمال بگویم قرب و لقا یکیه، اگر بخوایم به تفصیل بگویم با هم متفاوت باشد. حالا اینجا مقام قرب رو گفته که ما زائر امام حسین از خدا تقاضا میکند که چی؟ که من به مقام قرب به تو برسم. از طریق چی؟ از طریق پیروی راه حسین، و در زندگیم از طریق عمل کردن به دستورات حسینی و دوری جستن از راه دشمنان حسین به تو تقرب بجویم. حالا این قرب الله را باز تقسیم کردن، یک قرب واجبه، یک قرب دوافله، که اینها این دو نوع قرب به هر حال بر اساس معرفت و عشق، اول معرفت، اول معرفت رخ میدهد و پس از معرفت محبت عشق رخ میدهد، و پس از آن که محبت رخ داد انسان به مقام قرب الهی میرسد. من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته فعلی دیته فانا دیته. اون کسانی که در راه خدا مجاهدت میکنن که خدا را بشناسن، به خدا تقرب بجوین، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونو که طلب میکنن منو بالاخره منو پیدا میکنن. وجدنی، و هر کی من را پیدا کرد اون را میکشم، اون نفسانیتش را
نفسش را، آن خودخواهی هاش، آن رضای نفسانی از بین می رود. و هر وقت اینا از بین رفت، اون وقت عشق پس از معرفت جایش رو می گیرد و من می شم خونبه های او موقع لقا رو خوندید. دیگه وقتی از من ناسوتی چیزی نماند، آن وقت لقا رو خوندید. دیگه فاصله برداشته میشه. دیگه تقرب اینجا رخ میدهد. حالا یه تقرب واجب هست، یه تقرب نوافل که اونجا دست و چشم و گوش و زبان ما همش میشد الهی. هر آنچه که گفت بگوییم و بشنویم و عمل کنیم دیگه ما نیستیم، همش میشد خدا. این میشد مقام قرب و نوافل. به هر حال مقام قرب نوافل در اینجا رخ میدهد با موالات به نبی اکرم و آل نبی. ببینید تأکید داره میشه موالات، این تقرب از طریق موالات نبی اکرم و آل نبی. تقرب الالله در سنت ما با این عرفانهای کاذب حاصل نمیشه. تقرب الالله با این عرفان، با این عرفان حسینی، با این عرفانی که ما در این ادیه داریم، در صحیفه سجادیه داریم، اینطوری حاصل میشد. مولانا و محی الدین و اینا هم سر همین سفره قرآن و سر سفره نهج البلاغه نشستند. مثنوی هم تفسیر نهج البلاغه است، تفسیر قرآنه. اونا هم از این سفره برداشت کردند. به هر حال این از طریق دوستی و عمل کردن در سنت نبوی و آل نبوی این تقرب صورت میگیره. با روش‌های دیگه امکان پذیر نیست. اینه که ما اگر دعوت به عرفان میکنیم و از عرفان سخن میگوییم، مقصودمون عرفان نبوی و عرفان علوی، فاطمی، حسینی و سجادی و رضوی است. و این زیارت عاشورایی منطقه عرفان سرخ دیگه، عرفانیه که درش جهاد اجتماعی هم عجینه. در عرفان در بین این عرفان هم خب یک مراتب، یک کمی تفاوت های وجود داره دیگه، همطور که در بین عرفا هم تفاوت وجود داره. مثلا مولانا و حاج بکتاش، خب یکی اون خیلی فعال است تو اجتماع، حاج بکتاش مثلا تو کوهستان است. یا بین تفاوت بین عرفان شیخ صفی الدین و غیره، هم عرفان تمدن سازه، اونها یه نوع عرفان دیگه هست. خب اینجا این عرفان امام حسین هم عرفان سرخ است، عرفانی است که جهاد اجتماعی در برش هست و نشانه های خاصی داره. حالا پس از این، چون وقت ما تموم میشه، من باید عجله برم پیش، بخوام شب تموم بکنم. اینجا این فراد چهاردهم تمام میشه و بس از اون میگوید صد مرتبه اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب اندهو علا ذالک اللهم الان الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله اللهم الان اللهم الانهم جميعا. ببینید در اینجا که فراز پنجم هست، اومده در اون فراز قبل، اومده ابو سفیان و معاویه و یزید و آل زیاد و آل مروان گفته که کسانی را که قبل از حسین زمینه چینی کردن و کسانی که بعد از حسین در مقابل راه حسین ایستادند. یعنی نگاه تاریخی رو حفظ کن که استمرار تاریخ رو در اون فراز 13 بیان کرده. حالا در این فراز 15 4 نوع تیپ دیگه رو میاد برمی‌شماره. در اون فراز 13 ظلمت و نوره که بیان میکند این تقابل ظلمت و نور هم از قبل از حسینه، هم در دوره حسینه، هم پس از حسینه، با آوردن آل زیاد و آل مروان بر استمرار تقابل پس از حسین تاکید دارد.
در این فراز 15 دارد بیان میکند که انواع اصنافی که در مقابل حسین حالا قرار دارد. اولینش که اول ظالم ظلم حق محمد، اولش اون ظالمای اول که حالا در فراز بعدی بیان میکنه که اینا کی هستن. اینجا به اجمال بیان میکنه که اللهم اول ظالم ظلم حق محمده این کی هست. این حالا تو فراز 17 هم توضیح میده، اینجا من عرض میکنم اول ظالم اینایی هم که در شورای صقیفه هستن، اونجا که ولایت علی را قصد میکنن، توطئه میکنن، کودتا میکنن علیه علی، امام حسین در اون شورا کشته میشید، شهید میشید. واقعه کربلا در اونجا لطفش بسته شده، قاتلین اصلی اونجا هستند. اینا اول ظالمین هستند و اینا کل این نظام منحرف را ایجاد کردند، کل این نظام ظلم را در اسلام ایجاد کردند. خب میگه اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و حق سه حق محمد آل محمد، حقم حق ولایته، حق ولایت الهی، حق ولایت الهی، حق یک خدا داده، خدا معین کرده. این هم مسئله دنیوی نیست، مسئله هدایت و رهبری جامعه بشریته که خدا این رهبری را داده به این ها که گلهای سرسبد آفرینش هستن و بهترین انسان ها هستن. برها و بعد از این اول ظالمان میگه و سه دسته دیگه، شایعت و باید و تابعت علاقته، او کسانی که با اینا صمیمانه هم کاری کردند و کسانی که با اینها پیمان بستن و تابعت و همراه شدن در قتل. از نظر من این تابعت علا قتل بیشتر به حال ما، از توی چهار سن کدوماشون بیشتر به حال ما میخوره؟ حالا اون ظالم اولا که خود تاریخ بودن و رفتن تموم شد به ما نمیشد. شاید و باید این تابعت، اون کسانی که همراه شدن در این قتل جنایت، یعنی این کسانی هستن که این تابعت، کسانی هستن که حالا مخالف هم نبودند، دنبال دنیا هم نبودند، یعنی بهشون پست و اینایی هم نداده بودند، عمر ابن سعد نبود که بهش منصب گفته بودند. اینها یک آدم های محافظه کار ترسوی نون به نرخ روز خور هستن. باید هر جا قدرت است و بعدم هر کجا زور گفتن اینا تسلیم میشن، یکی هر کجا قدرت اینا هستن، یکی هم وقت زور بود اینا تسلیم میشن. این باید، این جماعت باید اینا هستند. این سیاهی لشکری که دو سپاه عمر بن سعد بود، اینا خیلی هاشون از این جماعت بودن و این وضع خیلی ها از ماست. یعنی معلوم نیست دو مرتبه مثلا این واقع رخ بده مثلا چی میشه. الان این واقع هم که هست، الان هم که جنگ بین جبهه حق و باطله، الان هم یه عده منفعلن دیگه، اصلا کاری به این کارا ندارن، کاری به این تقابل حق و باطل ندارن، سرشون به زندگی خودشونه دیگه. حالا اونا که اومدن به جنگ امام حسین نبود که آدم کافر باشن، اونا هم نماز بخوندن، روزه میگرفتن، اینطوری بود. لذا ما باید توجه بکنیم که ما از این تابعتا نباشیم، اون کسانی نباشیم که از روی ولو ناچاری با ظلم همکاری بکنیم و در مقابل حق بیستیم. هر کجا حق هست حسینی اونجا حضور دارد. اون که غیر حسینیه، این تابعتی ها، اینا کسانی هستن که در اون جمله معروفه که دلشون به حسینه بر در زندگی خودمون در این دوره که اینطوری نباشد. در حال پس از اون
وارد فراز بعدی می شود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک من سلام الله ابدا و بقیت و بقیت اللیل و النهار، و لا جعل الله آخر الاهل. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین. در این فراز عهد رو مطرح میکنند که ما با تو عهد میبندیم که در راه تو باشیم، در مسیر تو باشیم، پیمان مجدد. ما اولیه الست و بربکم قالو بلا، این پیمان یوم الست پیمان بس با خدا که ما فقط خدا را پرست کنیم. حب کردیم نسایانسی دچار فراموشی شدیم، یادمون رفته پیمانه عالم زر را، رفتیم دنبال زرق و برق دنیا، رفتیم همه چیز رو عبادت کردیم غیر خدا. در دلمون همه چیز هست غیر خدا، توجهمون به همه چیز هست غیر خدا. اینجا بیان میکند که ما با تو عهد میبندیم که همیشه با تو باشیم، با تو همراه باشیم. ظاهر حسینی اون عهد الست را مجدداً تکرار میکنه و روش تاکید میکنه که من با تبعیت از راه حسین اون پیمان و عهد الست را احیا میکنم و در این پیمان و بدین پیمان عمل میکنم و تا آخر راه هستم، تا آخر راه هستم. اللهم، ای فراز 17، اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا بهی اولا ثم ثانی و ثالث و رابع. اللهم الان یزید خامس و الان عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه و عمر ابن سعد و شمرن و آل ابو سفیان و آل زیادن و آل مروان الی یوم القیامه. اینجا بیزاره میجوید از چنگ و رو، اول این اولی و ثمثانی و ثالث و رابع، اینا جریان چیه؟ جریان قاسبین هستن که ولایت مولا الموحدین رو قصد کرد، یه چهارتای اول که در شورای سقیفه بود. اون سه تا شورای سقیفه بودن، اول دوم سوم رابع هم که معاویه میشه، و پس از جریان قاسبین این جریان یزید رو بیان میکند و پس از اون اون کسانی را که عهد بستن که در این مسیر باشند عهدشون رو شکستن که با پیغمبر باشن، با راه اسلام باشن. که کیا هستن؟ مثلا عمر ابن سعد، مثلا شیم، گفتم شیم دو سپاه علی بود و جنگ صفین بعد بیرون میزند. عمر ابن سعد که با حسین مشکل نداره، به خاطر منصب میره. اینا ناکسین هستند. بالاخره قاسبین و قاسطین و ناکسین و ظالمین، این چهار گروه را میگوید که ما از اینا بیزاری میشون، از کسانی که قصد بکنن ولایت حق را، از کسانی که خلاف قصد عدالت عمل کنند، از کسانی که عهد و پیمان الهی را بشکنند، و از کسانی که ظلم به خدا و بندگان خدا بنمایند. و
و آل سفیان و آل زیاد و آل مروان. ببینید اینجا آل ابو سفیان، آل زیاد، آل مروان، همطور که عرض کردم آل زیاد، آل مروان که تو قصه کربلا که درگیر مستقیم ندارم، مال بعده. بعدم میگه آل، این مسئله استمرار میخواد بیان میکنه که قصه در کربلا تموم نشده. این جنگ حق و باطل یه جریان مستمر تاریخی است و آل زیاد و آل مروانهای تاریخ این راه اون غاصبین و اون ظالمان و یزید و عمر بن سعد رو ادامه میدهند و ما هم از این طرف اصحاب حسین هست. حسین امروز حجت ابن حضرت حجت ابن الحسن نجل الله تعالی فرج و شریفش، اصحابش هم همه کسانی هستند که در مسیر منویات و حرکت میکنند. الله مرزقنا که از اصحاب حضرت حجت باشیم، از اصحاب سید شهدا. ای فراز آخرشه، اللهم لك الحمد و حمد شاکری، لك على مصابه، الحمد لله على عظیم رضیتی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین. در این فراز 18 ثبات قدم و مقام صدق مطرح می شود. این سلوک الالله نیاز دارد به چی؟ به ثبت، به ثبات راه، به ثبات قدم. سلوک الالله کار ساده ای نیست. پا گذاشتن روی منویات نفس، امیال نفسانی، دنیا زدگی کار آسانی نیست. بر خود خواهی ها کار آسانی نیست. این مسیر بعد خب گرفتاری داره. بالاخره انسان باید ریاضت بکشه، شب زنده داری بکنه، کم خوراکی بکنه، اصلا لغو نزنه، اخلاق سگیه رو باش مبارزه کنه. ای نیازه که انسان صبور باشه و سختی ها و مشکلات راه را بپذیرد و درش استقامت بکنند و استمرار بدهد راه را. مقام ثبات، استقامت در این مسیر رو میخواد. و بعد مقام صدق، که این مقام صدق دیگه این مقام عالیه دیگه. آخرین مقامی که در این زیارتنامه خواسته مقام صدق، که در صدق خیلی مطالب هست و عرفا گفتن. اول با خودمون راست باشیم. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا بدش میاد از کسانی که چیز رو بگن و خلاف اون عمل بکنن. ما هر روز تو نمازمون گفتیم الله اکبر، ولی خدا بزرگتر از همه چیز برای ما نیست. همه چیز بزرگتر از خداست نزد ما. و دروغ داره میکنه، کل دروغ ما با اعمالم داره میکنه. میگم مؤمنیم، خب خلافش عمل میکنیم. قیافه آدمای متغیر رو میگیریم، خلافش عمل میکنیم. راستگو باشیم، راستی با خودمون داشته باشیم، راستی با خدا داشته باشیم، صدق با خدا داشته باشیم و معتقد باشیم که خدا صادق است و رفتار ما بر اساس صداقت و راستی باشد. که اگر میگوییم ما موحدیم، ما خدا پرستیم، بر اساس همون عمل بکنیم، بر اساس همون صدق، همون راستی و محبت. جمع‌بندی میکنم مطلب را، وقتمون دیگه داره تموم میشه. بعد این زیارت عاشورا یکی از بهترین زیارت های عرفانی تشیع و جهان هست که در اون دستور عمل سلوک صادر شده است. 18 مقام بیان شده است و اول و آخر آن عشق به خداست، سرسپردگی به ولایت الهی، به ولایت نبوی، ولایت مولا الموحدین و آل نبی است. انشاءالله به مدد خون مقدس امام حسین خداوند دلهای ما را منور به نور خود بگرداند، عشق را، عشق خود را در قلوب ما شعله ور بگرداند و ما را از عالمان، عارفان و عاملان به معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله
و برکاته.